البته یک دشت برنامه هم داره به این مفهوم که کتاب سه فصل داره و کوشش شده که به سه سوال جواب داده شود. فصل اول پاسخ به این سوال است که تاجیک ها کیستند، به همین سادگی. و کوشش شده که با در نظر داشتی منابع تاریخی، هر آنچه که ما در گنجینه ادبیات فارسی داریم و همچنان منابع خارجی که به ارتباط تاجیک ها وجود داره بررسی شود و به این سوال پاسخ داده شود. و نتیجه گیری فصل اول هویت تاجیک ها هست، یعنی تاجیک ها بر بنیاد این سوابق تاریخی کی هستند یا شناسنامه از اینا کی هست. مثلا ببینیم امروز ما حتی اگر دو دقیقه صحبت بکنیم که تاجیکستان، شاید دهار نظر داشته بوده باشیم و این بسیار طبیعی هم هست به خاطر که سوابق علمی مختلف داریم، برداشت‌های مختلف داریم و به این خاطر بسیار طبیعی است که تفاوت نظرم بوده باشد. ولی با در نظر داشتی منابع تاریخی تا جایی که من کار کردیم و نظریات دوست داره خواستم، سه شاخصی بسیار بزرگ به تاجیکا داده شده است: یک، زبان فارسی، دوم، هویت خراسانی و سوم، اسلامی مبتدل. فصل دوم پاسخ به این سوال است که تاجیک ها در چه وضعی قرار دارند. اول سوال اول پیشینه تاجیک ها یا تاجیک ها کیستن و سوال دوم تاجیک ها در کجا قرار دارند. در این فصل مشکلات موجودی تاجیکان که با چه مشکلاتی مواجه هستند، در قدم اول عوامل خارجی، نقش روس ها و نقش انگلیس ها در منطقه و بعد از او بسیار کوشش شده که آسیب شناسی عوامل داخلی صورت بگیرد. چرا تاجیک ها پراگنده هستند؟ چرا با هم دیگر جور نمیان؟ چرا یک حدود 800 سال است که در قدرت نیستند؟ کوشش شده که عوامل بررسی شود. و فصل سوم کوشش شده که به سوال پاسخ داده شده که تاجیک ها چی باید بکنند و به عوض چی باید بکنند چی میتوانند بکنند. ما کوشش کردیم که پاسخ بگوییم، یعنی ما در این اوضاع و احوالی که قرار داریم چی میتوانیم بکنیم. به عوض از این که به اصطلاح بسیار تئوریکی و بسیار آرمانگرایانه صحبت بکنیم، عملا همین کادرهایی که در اروپا داریم، امکاناتی که در اروپا داریم، دوستایی که در اروپا داریم، اینا چی میتونن بکنن؟ در اینجا در این فصل یک مقدار زیاد بالای چالش هایی که در کشور وجود داره، تهدیداتی که وجود داره و بخصوص سه برنامه عمده ای که فاشیزم سر از او عملا گام برمی داره. یک، پشتون سازی تمام پشتو زبان ها. ده این موفق شدن مار زهوری و نمیدانم یفتلی و بدخشی و پنشیری و وده ها، یعنی تاجیک به صدها قبیله دارن تقسیم میکنن، ولی تمام قبایلی که پشتون بودن و یا پشتو زبان بودن که شما حتی مثلا منار المجلع ببینین و یا منار پغمانه ببینین، هیچ وقت ما قومی بنای پشتون در تاریخ نداریم. در تمام منابع تاریخی محمد زی قوم بوده، اتمان زی قوم بوده، احمد زی قوم بوده، هلاورده قوم بوده، ولی اینها را کوشش کرده این قبایل تحت لفافه یا چتر چی بیارن؟ پشتون بیارن و در این سخت موفق استن. امروز شما چیزی دیگه به نام قومی احمد زی، قومی ورده که قومی صافی نداره، همه که پشتون شدن. موضوع دوم، موضوع افغان سازی تمام افغان کشور است. گامی که اونو برنامه قبلا در ساقاوی دوم مطرح شده بود به امروز دارن عملی میسازن و در شناسنامه برقی گامی عملی دیگری است در همین راستا. این زمانی که بر شما تذکیری تابعیت میتن یا شناسنامه میتن که شما افغان هستین، دیگر به گفته دوستایی که در بیرون آمدن دیگه جای بری بس نمیمونه، دیگه تاجیکیت تا نبریم بازدخانه خود تا مطرح بکنین. اما رقمی که ازبکای ما شما در سمرقند و بخارا بازدخانه خود تاجیک بودن، در بیرون دیگر تاجیکی نبودن. این به شدت ادامه دارد که خوشبختانه با مقاومت شدید رو برو است. و موضوع سومی که باز ایرد میتونه عملی بسازه و کشور را به اصطلاح خالص پشتونی بسازه، پشتو سازی است که او در گامی به اصطلاح تیوریکیش برنامهش از سال 1964 یا با دری ساختن زبان آغاز شد و هم دری چی است؟ دری افغانی است.
در یک افغانی چی هست؟ شاروالی هست، سارنوال هست، نمیدانم هر آن چی که به اصطلاح ما میگن همو هست. دانشگاه ایرانی هست، من نمیدانم دانشجو ایرانی هست و بالاخره آهسته آهسته این دری افغانی به چی تبدیل میشه؟ به پشتو تبدیل میشه. این سه گامی هم همگی پشتون شده بودیم یا دیگر زبانمون پشتو شده بود. این پنج میور عبارت از ایست: یک، کدر و شخصیت. کار کدر میکنن، شخصیت ها میکنن. من برخلاف باورهای قبلی هم که میگفتن و شاید دوستان موافق باشه یا نباشن که سازنده تاریخ توده ها هستن، تجدید نظر کردن که سازنده تاریخ شخصیت ها و کدر هاست. همین کدر ها و شخصیت ها نماینده های برجسته مردم هستن. مردم همیشه وجود داشتن ولی کدر ها و شخصیت ها هستن که مردم ها رو چه میکنن؟ منسجم میسازن، اندیشه میدن، اینا رو در چوکات احزاب میارن یا رستاق میدن. و زمانی که کدر از بین میرود دیگر توده خاموش است. اگر ما ابو مسلم خراسانی داریم، اگر ما احمد شاه مسعود داریم، زمانی که دیگر مسعودی وجود نداره، همه کسانی که با مسعود بودن امروز کجا هستن؟ همه گی وجود دارن، همه گی هستن ولی مسعودی وجود ندارن. استادت ها چند ماهی پرچم مسعود بالا کرد، سنگ و چوب کشور منسجم شدن، متحد شدن، صدای خود بالا کردن. همین که استادت ها خاموش شدن، گفتی که پای دکتر سید امیرزاده گفت وقتی که رهبر کنار رفت دیگر روایش هم آیست آیست کنار میرون. این واقعیت تلخی است، خوش باشی یا نباشی میره باید بپذیریم. یک، احزاب، سازمان ها، انجمن ها، همه اگه در وجودی که تبلور پیدا می در وجودی کدرا و شخصیت ها، حتی دولت، دولت کدوم نهاد خارجی نیست، یعنی در بیرون واقعیت خارجی ندارن. در وجود اشرف غنی و اتمر و سلام رحیمی و یونان یا خلیلزاد تبلور می کنن. احزاب یعنی شخصیت ها، انجمن یعنی شخصیت ها، دولت ها و نهاد ها یعنی شخصیت ها، یعنی کدر های برجسته یک قوم یا یک ملت یا یک دولت. این عنصر اساسی است. و امروز اینجا کی جمع شده؟ اگر دوستا خورده نگیرن و خودسازی هم نشه، کدر های تاجیک ها هستن که جمع شده، شخصیت های تاجیک ها هستن که جمع شدن. وگرنه به اندازه کافی تاجیکی داریم که دانشمندتر از ما و شما، چند دیگری دارتر از ما و شما و صاحب یارگاه و بارگاه و بیشتر هم، ولی اندیشه تاجیکانه ندارن یا درکی با تاجیکیت باور ندارن و یا خود فرا قومی و فرا ملی و انترناسیونالیست و یا هم این نمال مومین و اخوان تصدق میکنن. یک، یعنی تاجیکا در جهت کدرسازی و شخصیت سازی چی کار میتونن بکنن؟ کدر و شخصیت کی است؟ هر بی دوم کسی است که اندیشه تولید میکنن، فکر تولید میکنن. دوم، کدر و شخصیت کی است؟ کسی که تشکیلات میسازه، برنامه میسازه. یعنی ما یک، به کدرها ضرورت داریم. دوم، به اندیشه یا تفکر ضرورت داریم. سوم، به تشکیلات و برنامه ضرورت داریم. فرد به تنهایی کاری کردن نمیداند. ما تا تشکیلات نسازیم اینجا، این کدرهای پراگنده را با همدیگر یک جان سازیم، همه کارمون بیهوده است، هیچ اثرمندی ندارد. ما در خانه خود سیستم کار میکنم، شما در حالا یکی دیگه هم در سویدن، دیگر هم در امریکا، یک دوست دیگری ما هم در استرالیا. و تا زمانی که ما این را کلا به کلا نسازیم، نوار با هم دیگر یک جایی نسازیم، زیر یک تشکیلات و برنامه یا یک نقشه را که چی باید کرد منسجم نشیم، کار را حاصل نیست. عنصر چهارم، چیزی که کمری ما را شکستانده، او پول و سرمایه است. بدون پول و سرمایه ما نمیتونیم گامی برداریم، حتی می معقول امروزی رو نمیتونیم بگیریم. چیزی که بخصوص چپیان تاجیک یا انقلابیون تاجیک در گذشته، ما سخت علیه سرمایه و پول بودیم. فکر میکردیم که و حتی در ادبیات ما هم پول کفی دست نامیده شده، پول چرک نامیده شده گیست، و فکر کردیم که هر کس که پول دارست و خواهی است و پول باعث چی میشه؟ باعث این انحراف میشه و کسایی که این پول دارستن ما را دور بیندازیم. و در مبارزه طبقاتی هم متفق بودیم پولدارا و سرمایه‌دارا رو با دو طرف بندازیم دیگه. هدف مانم چی بود؟ اعمار جامعه بدون طبقات. شما بدون پول و بدون سرمایه نمیتونید گامی بردارید. این چهار عنصر. و عنصر پنجمی،
بازاریابی است، دوستیابی یا لابیگری است، یا پولیتیکل مارکتینگ است. شما بهترین محصول تولید بکنین، بهترین کتاب چاپ بکنین، اگر این عرضه نکنین، اگر دختار مردم قرار ندین، اگر به بازار نبرین، این چی مفاده داره؟ در بکیر دوام می کنم. ما همی بهترین فیصله ها را امروز بکنه، اگر ما این را در داخل گسترش ندیم و جوانان انتقال ندیم، چی داره را دوام می کنم؟ ما همه که در اروپا زندگی می کنیم، آیا دوستی گفته می تانه که با چند عضو پارلمان در کشور خودش رابطه داره؟ ما گفته یکی از دوستای دیگه با چند سازمانی جاسوسی بگیم خیلی بد است، با چند سازمانی جاسوسی اطلاعاتی بگیم رابطه دارن. ما را ترساندن یک کسی که اگر با یک سازمان MI6 رابطه داره یا نمیفهم با CIA رابطه داره یا با FBI رابطه داره، میگن کاری بسیار بدی است، خیلی زیاد تمام روز تخریب میکنین. و یا کسانی که در مجامع علمی فرهنگی هستند، چی کار در رسه معرفی تاجیکا کردن؟ و در کتاب یک چیزی که بسیار روش تاکید شده است که ما کوشش کردیم که بار ملامتی را سری بیرونی ها بیندازیم، ما مسئولیت از شانه خود دور بیندازیم. ملامت که بوده؟ اگر دقیقا در افغانستان تیوری توکیه حاکم است، اگر هر شخصی حتی شب با خانم خود اگر غال مغال گفتگو هم کنه، میگین توطئه انگلیس است یا توطئه امریکا است یا دست پاکستان است. به این علت ما این پنج عرصه را خدمت دوستای امروزی تقدیم میکنم که ما به عوضی که روی حرفای بسیار عمومی و تئوریک صحبت بکنیم، فضای بسیار خوبی مساعد شده است. ما حدود 100 نفر اینجا نشستیم. کار عملی معنایش همی است. در عرصه تولید فکر و اندیشه چی باید بکنیم؟ آیا دوستا حاضر هستن که در 2 ماه دیگه یک کنفرانسی برگزار بکنن؟ ما باز پیشنهاد مشخص داریم که ما امروز یک سند نداریم، خوشبختانه 2 سند داریم. یکی خطوط کلی است که اینجا در اختیار دوستا قرار گرفته و دیگه برنامه یا شناسنامه تاجیک هاست که باید در اختیار دوستا قرار داده شود، وسیعا پخش و نشر شود و از دوستا در 2 ماه گذشته یا در نهایت در 4 ماه آینده و نقد و بررسی بگیرن و از دوستا بخواهن که این را به اصطلاح زیر ضربه نقد و بررسی یا تحلیل و ارزیابی قرار بدن و بتانن که از مجموعی از این دوتا و از دوستای دیگری که حاضر هستند در عرصه کار بکنن. جناب انجینر عالم چندین برنامه نوشتن و دوستان دیگری ما چندین برنامه داریم، آیا حاضر هستن که تمام از اینها را توحید بکنن و یک برنامه واحد بکشن؟ و موضوع دیگر، موضوع یک ساختن تشکیلات است. شما بدون تشکیلات هیچ کاری کردن نمیتونید. تشکیلاتی که او برنامه بسازه، تشکیلاتی که او اندیشه و فکر بسازه، تشکیلاتی که پول جمع‌آوری بکنه از طریق صندوقیانه عضویت، هر چیزی که شما نامش میگذارید. و کار در داخل کشورها با اعضای پارلمان، با احزاب موجود، اپوزیسیون، جمع دولت و سازمان ها و انجمن هایی که در اونجا وجود داره. دیگر باز اضافه در وقت دوستار نمیگم، بعدا صحبت خواهیم کرد. تشکر بسیار. تشکر استاد عزیز. خیلی ممنون از جناب پروفسور لرزاد.